حاشیه نیوزی های عزیز، سلام. به برنامه دیگه از نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. اسرائیل برخلاف تهدیدهایی که ایران علیه این رژیم داشته، حملات خودش به لبنان رو ادامه داده و انگار نه انگار که داره با یه انبار پر موشک خودش رو آزمایش میکنه. جنگنده های اسرائیلی دیشب شب خیلی شلوغ و پرکاری رو داشتن و در تمامی آسمان لبنان و فلسطین یکسره با شکست دیوار صوتی، ایجاد مزاحمت برای مردم عادی و ایجاد ترس و دلهره در بین اذهان عمومی کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، هم ایران فعالیت آمادگی زرادخانه های موشکی خودش رو افزایش داده. این خبرگزاری از مداخله احتمالی ایران در جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان خبر داده. یکی از اعضای ارشد و بلندپایه شبه نظامیان حامی و مورد حمایت ایران در عراق به بی بی سی گفته که در صورت وقوع جنگی گسترده علیه حزب الله در لبنان، دسته های زیادی از موشک های بالستیک و کروز و انواع پهپادهای پیشرفته تر با هماهنگی سایر گروه های مقاومت در منطقه به سمت اسرائیل شلیک خواهند شد. نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفته که اگه اسرائیل به لبنان حمله بکنه نابود خواهد شد. مثل دفعه پیش که اسرائیل و فلسطین قبل از جنگ خالی می‌شدن، این بار عربستان و کانادا به تبعات خودشون گفتن که هر چه سریعتر لبنان رو ترک بکنن، که این خبر از یه حمله به لبنان رو میده. گزارش شده که نیروی هوایی اسرائیل به مواضع حزب الله لبنان در منطقه عزوبدانی در مرز سوریه و لبنان حمله کرده. مقامات عالی ارتش اسرائیل از ایالات متحده بازدید کردند و با فرماندهان عالی رتبه نظامی ایالات متحده از یو اس نورثکام و سنتکام نیروی دریایی دیدار کردند. نورثکام مسئول انجام اقدامات نظامی در یک جنگ احتمالی برای محافظت از مقامات غیر نظامی آمریکا و حفاظت از زمین و منافع ایالات متحده در سرزمین اصلی ایالات متحده هستش. دولت فرانسه پیامی قاطع به لبنان فرستاده. نگویید ما به شما هشدار ندادیم. اگه جنگ همه جانبه شروع شد، نقطه بی بازگشتی خواهد بود. اگه لحظه ای فرا برسه که اسرائیل شروع به جنگ همه جانبه بکنه، در جنگ لبنان کاملا ویران خواهد شد و داریم به اون لحظه به سرعت نزدیک میشیم. به گزارش آسوشیتد پرس، ارتش اسرائیل بعد از تقریبا 9 ماه برگزاری عملیات در غزه تحت فشاره. حزب الله هم اخیراً زرادخانه حدود 150,000 راکت و موشک داره که قادر به تهاجم به نقطه‌ای از اسرائیل هستند. رهبران اسرائیل به تعهد خودشون در اعمال تخریب‌های گسترده مشابه غزه در صورت شروع یک جنگ کامل در برابر لبنان پایبندند. آموس هوچستاین، مشاور ارشد کاخ سفید در امور تنش‌های اسرائیل و حزب الله، تا حالا در تلاش برای کاهش شدت حملات دو طرف موفق نبوده. کشورهای اروپایی به همراه فرانسه به دلیل روابط تاریخی خودشون با لبنان به همراه قطر و مصر در تلاش‌هایی برای میانجیگری بین اسرائیل و لبنان هستند. به گزارش آسوشیتد پرس، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به حزب الله هشدار دادند که در صورتی که رهبران اسرائیل تصمیم به اجرای نقشه‌های حاضر آماده جنگ برای حمله به لبنان بگیرند، حزب الله نباید انتظار داشته باشه که هیچ کس حتی ایالات متحده قادر باشه جلوی اونها رو بگیره. از طرف دیگه، حزب الله نباید به روی توانایی رزمندگان خودش برای مدیریت سناریوهای آینده زیادی حساب بکنه. لوی داستین در دیدار اخیر خودش با یوآو گارانت وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که چنین جنگی برای لبنان فاجعه بار خواهد بود و به این نکته اشاره کرد که جنگ دیگه‌ای بین اسرائیل و حزب الله میتونه به جنگ منطقه‌ای منجر بشه و عواقب وحشتناکی برای خاورمیانه به همراه خواهد داشت. تحلیلگران پیش بینی میکنن که شبه نظامیان متحده ایران در این موقعیت نسبت به واکنش‌های حماس تمایل به قدرت نمایی تهاجمی تری دارن و بعضی از کارشناسان هم نسبت به پخش شدن شبه نظامیان با انگیزه ایدئولوژیک منطقه هشدار میدن. اروپایی ها هم به نوبه خودشون نگران اثرات ناپایدار سازی احتمالی چنین جنگی بر جریان پناهجویان به قاره خودشون هستند. جرالد فایرشتاین، دیپلمات ارشد سابق ایالات متحده در خاورمیانه، معتقده که اگه به نظر برسه که هر گونه حمله اسرائیل به لبنان منجر به تحریک قابل توجهی در جنوب اسرائیل میشه، اون وقت ایالات متحده مداخله خواهد کرد. او اظهار داشته که فکر نمی‌کنم چاره‌ای جز این راهبرد داشته باشه. با افزایش تنش‌ها، هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل در تاریخ 29 ژوئن در پلتفرم اجتماعی ایکس اعلام کرد که در صورت حمله اسرائیل به لبنان، یک جنگ محوکننده رخ خواهد داد.
این اظهارات درست یک روز بعد از حملات حماس به اسرائیل در 7 اکتبر که باعث آغاز جنگ در غزه شد صورت گرفت. در پاسخ حزب الله موشک‌هایی را به سمت شمال اسرائیل شلیک کرد و تصریح کرد که به این حملات تا زمان برقراری آتش بس ادامه خواهد داد. اسرائیل هم به این حملات پاسخ داده و نتیجه این شده که 10,000 غیر نظامی مجبور به ترک خونه هاشون در مناطق مرزی شدن. حال اینکه حملات در این ماه در پی کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد حزب الله توسط اسرائیل تشدید شده و حزب الله با بزرگترین رگبارهای موشکی خودش پاسخ داده. مارتین گریفیت مسئول امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد وقوع یک جنگ احتمالی بین اسرائیل و لبنان رو آخرالزمانی توصیف کرده، کما اینکه هم اسرائیل و هم حزب الله لبنان توانایی وارد کردن تلفات سنگین به همدیگر رو دارن. بعد از حمله موشک ایران به اسرائیل و اون وحشتی که در دنیا ایجاد کرد، چنین کاری فعلا بعیده. اما یک نکته هم در این بین وجود داره و اون این که نتانیاهو سیاستمداری هستش عامه پسند و خیلی خوب بلده که نبض مردم کوچه و خیابون رو به دست بگیره. به همین دلیل از او بعید نیست که به خاطر اینکه آمریکا رو به داخل جنگی بکشونه که منافع اسرائیل رو تامین بکنه، دست به اقدام دیوانه وار بزنه. الان آمریکا هم بدجوری گیر کرده. در نتیجه فعلا احتمال درگیری سراسری در لبنان بین اسرائیل و حزب الله خیلی کمه، چون هر دو طرف میدونن چنین برخوردی در حال حاضر و در این مقطع و شرایط برای اسرائیل فاجعه آمیز خواهد بود. ممنون از اینکه تا پایان با یه برنامه دیگه از هاشی نیوز همراه بودید. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.